هر دلیلی من یکی از ورتکس های این رو بریک بکنم و شکست توی کار ایجاد بکنم، این اسپیلاین دیگه حالت کلوز نخواهد بود و اوپن خواهد بود. همونجوری که می‌بینید حالت اوپن پیدا کرد، به خاطر اینکه از ولد بودن و جوش خوردن ورتکس ها من جلوگیری کردم. توی حالت بریک من کنترل وای میذارم که بتونیم در واقع حالا یه بار دیگه بریکش میکنم که بتونیم ببینیم که دو تا ورتکس روی هم دیگه بودن که به هم جوش خورده بودن، اما وقتی که بریک رو زدیم این موضوع کنسل شد و اسپیلاین ما باز محسوب میشه دیگه. حالا دوباره میتونم ولدشون بکنم و حالا دیگه دوباره اسپیلاین ما 100% کلوزد خواهد بود. اما این اسپیلاین بازه، برای اینکه ببندیمش یه گزینه اینجا وجود داره که خب خیلی سریع میتونیم به نتیجه برسیم. کلوز رو که بزنید اسپیلاین کلوز میشه و یک سگمنت اضافه میشه به کار. ورتکس ابتدا و انتها به هم دیگه متصل میشه. و اما گزینه دیتچ که دقیقاً برعکس اتچ هستش. همونجوری که یادتونه ما یه سری در واقع خط‌ها رو که می‌کشیدیم به هم دیگه اتچ می‌کردیم. اما حالا می‌تونیم یه سری خط‌ها رو از هم کم هم بکنیم، دقیقاً برعکس همون حالت. ببینید الان این کلش یک مجموعه اسپیلاین هستش. و توی مود اسپیلاین دو تا اسپیلاین هم داریم. حالا من می‌تونم مثلا اسپیلاین بیشتری هم رسم بکنم. مثلا با ابزار کریت لاین یه لاین دیگه به کار اضافه بکنم، یه اسپلاین دیگه به کار اضافه بکنم و اسپلاین شماره 3 نام داره. اگر گزینه دیتچ رو توی همین حالت بزنید این شیپ دیتچ میشه از کار و یک اسپلاین جدا محسوب میشه. ببینید الان دیگه این موضوع در واقع جدا شد از این موضوع، این خودش یک اسپیلاینه و این خودش یک اسپیلاینه دیگه است. اما اگر وقتی که دارید من کنترل زد میزنم که برگرده یا دوباره یک موضوع بشن، اما اگر وقتی که میخواهید دیتچ رو انجام بدین و توی مود ورتکس باشین و اگر گزینه سیم شیپ رو بزنید و دیتچ رو انجام بدید، همونجور که میبینید این موضوع هنوز جدا نشده و این سگمنت ها صرفاً تبدیل شدن به صورت مجزا به یک اسپیلاین، یعنی از در واقع توی اون آبجکت جدا نشدن، هنوز یک آبجکت هن ولی به صورت مجزا شدن یک اسپیلاین مستقل. همزمان وقتی که توی حالت اچ هستید اگر در واقع کپی رو فعال بکنید و بعد دیتچ بکنید، حالا من بذارید من کل این رو انتخاب بکنم، کل این اسپیلاین انتخاب بکنم و کپی فعال باشه دیتچ رو بزنید، اتفاقی که میفته یه کپی ازش تهیه میکنه که توی اون آبجکت میمونه، اما اون کپی که گرفته شده به صورت مجزا خودش یک ادیتیبل اسپیلاین جدا خواهد بود. که من دیگه اون اضافیه رو الان پاک میکنم. این از موضوع دیتچ. اما یکی از گزینه‌های دیگه‌ای که میتونه برای کارتون پر اهمیت باشه، راستی یه توضیح درباره ریورینت بدم که اگر ریورینت هم فعال باشه با تعهدشش که بیا روی 0-0 کار در واقع موضوع که دیتچ میکنیم، اما کاربرد خیلی خاصی نخواهد داشت برای ما و نیاز نیست ازش استفاده بکنیم. همین حالت سیم شیپ و کپی از در واقع حالتایی هستن که برای ما قابل قبول خواهند بود. اما یکی از موضوعات دیگه حالت دیواید هستش. حالت دیواید در واقع میاد برای یک سگمنت اولا که فعاله. ببینید الان تو حالت اسپیلاین یا حالت ورتکس دیواید فعال نیست، فقط توی حالت سگمنت هستش که این در واقع کار فعال هستش. توی حالت اسپیلاین و ورتکس به هیچ وجه فعال نمیتونه باشه. مثلا برای این خط میتونم دیواید عدد 4 در نظر بگیرم، بگم که 4 تا ورتکس به این در واقع سگمنت اضافه بکنه. وقتی که دیواید رو میزنم ببینیم که 4 تا ورتکس با اندازه های یکسان در واقع توی طول این خط اضافه کرد. یا اگر بخوایم در واقع برای این سگمنت استفاده بکنیم میتونیم بگیم که مثلا 3 تا و دیواید. حالا میتونیم ورتکس ها رو هر جوری که در واقع صلاح میدونیم جا به جاشون بکنیم.
پس این هم از دیواید که میتونه پر اهمیت باشه. اما موضوع آخر که مربوط میشه به اکسپلود، دیگه حالا بعدش سافت سلکشنی که دربارش توضیح دادیم و اینترپولیشن هم همینطور، دیگه موضوع دیگه باقی نمیمونه. دیگه تمام ریلوت ها رو گفتیم، ریلوت رندرینگ و سلکشن هم که خب قبلا یاد گرفتیم، چیز خاصی هم نداره. عرضم به حضورت که وقتی میخوایم از اکسپلود استفاده کنیم توی مود ورتکس و مود سگمنت فعال نیست، اما توی مود اسپلاین فعال خواهد. اگر من در واقع این اسپلاین رم رو انتخاب بکنم و بعدش اکسپلود رو بزنم، منتها گزینش روی اسپلاین میشه. اگر دقت بکنید هر کدوم از این خطها، هر کدوم از سگمنت ها خودشون تبدیل میشن به یک اسپلاین مجزا. اما اگر توی حالت من کنترل زد بزنم برگرده، که این خودش بشه یه اسپلاین. اما اگر حالت آبجکت رو بذاریم و اکسپلود بکنیم، در واقع به صورت مجزا این اتفاق میفته و کاملا عملیات مشابه حالت عملیاتی دیتچ اتفاق میفته، که این خودش در واقع یک موضوع جداگونه میشه. ببینید هر کدوم از این سگمنت ها خودشون یه موضوع جداگونه شده که کاملا دیگه از هم گسسته شدن و به هیچ صورت با هم دیگه اتصال نداره. به این شکل. خب. که معمولا خیلی از این گزینه‌هایی که در پایان ریلوت ها هستش اونقدر استفاده خاصی نمی کنیم، مگر از دیتچ، دیلیت یا هاید. از اکسپلود یا دیتچ روی اورینت یا بایند خیلی استفاده خاصی نداریم. همینجور از کپی یا پیست هم همینطور، معمولا به صورت لوکال یا به صورت همون موقعیتی همونجا کارش رو انجام بیدیم و اونقدر کارمون پیچیده نمیشه که بریم سراغ اینجور مباحث. البته تو کار پیچیده هم اونقدر استفاده خاصی نداره. یک ریلوت دیگه باقی مونده به اسم، حالا من وقتی که ریلوت در واقع اسپلاین رو انتخاب کرده باشم این ریلوت قابل مشاهده است، سرفیس پراپرتیز، که همونطور که مشخصه مربوط به سرفیس یا صفحه ها میشه، مربوط به خط ها نمیشه. در واقع برای مراحل بعدی کار در نظر گرفته شده، که ما میخوایم پروژه رو جلو ببریم، خطوط رو تبدیلش بکنیم به صفحه، بعد تبدیلش بکنیم به موضوعای سه‌بعدی، چون هدف از این خطوط صرفاً رسیدن به موضوعات سه‌بعدی هستش که در سه محور وجود دارن. خط ذاتاً توی نرم افزار سه‌بعدی وجود خارجی نداره و فقط یک فرض هستش، چون خطی که ضخامت نداشته باشه وجود خارجی هم نداره، صرفاً فقط یک فرض هستش. برای اینکه ما برسیم به موضوعات سه‌بعدی هستش و خب مربوط میشه به اون بخش که هنوز بهش نرسیدیم و حتی مربوط میشه به بحث بعد از اون که درباره متریال ها هستش، که ما یه سری آیدی ها برای هر کدوم از سطح های متریال ها انتخاب بکنیم و در جا اون جاهایی که میخواییم متریال های مجزایی بگیرن و اون جاهایی که نمیخواییم متریال دیگه بگیرن، مربوط به اینها میشه، که خب قطعا توی فصل خودش بهش رسیدگی میکنیم. الان پایان بخش اسپلاین هستش. تمام مباحثی که توی اسپلاین مشخص شده رو روی پروژه کار کردیم و سعی داشتیم که توی پروژه محورترین حالت کارمون رو انجام بدیم و خب تونستیم که خیلی از موضوعات سه‌بعدی که اینجا وجود داره رو، که حالا نسبتاً ساده تر هستن تا این موضوعاتی که ابزار هستن، این موضوعات پیچیده تر هستن، تونستیم با این لاین در واقع موضوعات اسپلاین فقط مدل سازی بکنیم و حتی وارد ادیتیبل پولی یا در واقع مدل سازی روی احجام نشدیم اصلا، که خب فصل بعد وارد این مبحث میشیم. در حال حاضر یک سری مودیفایر ها و یک سری تکنیک ها توی این فصل باقی مونده که به اونها اشاره میکنیم روی همین پروژه، و از فصل بعد روی یک پروژه نمای دیگه کار میکنیم که اون نما نمای مدرن هستش. حالا این کلاسیک بود، رو نمای مدرن کار میکنیم. البته به این نمای کلاسیک هم بر میگردیم که اینها رو چجوری مدل بکنیم. بالاخره ما قرار هستش که هر آن چیزی که توی این پروژه داره رو مدل بکنیم. الان ما سینه کفتریش رو تونستیم با لاین مدل بکنیم، این صراحی ها رو مدل کردیم، عرضم بزرگ این قاب هایی که اینجا وجود داره رو مدل سازی کردیم، نوعی از ستون رو توی درس های گذشته مدل سازی کردیم، که حالا این نوع ستون که خب خیلی پیچیده تره رو باید توی ادیتیبل پولی بررسیش بکنیم، که خب هنوز بهش نرسیدیم.
و همینطور این قاب ها و عرضم به حضورتون که خود حجم اصلی ساختمون هم که صرفا یه باکس هستش، مگر آلت و کی رو بزنم یه باکس خیلی ساده هستش که از یه سری خطوط تشکیل شده، البته توی حالت ادیتیبل پلی این اتفاق افتاده که خب قطعا توی فصل بعد درباره همین میخوایم صحبت بکنیم و خیلی پارامترها و منطقها شبیه همین اسپلاین منتها با یک در واقع محدودیت های کمتر و خیلی جذابتر از اسپلاین. اسمینا خیلی خشکتر نسبت به این و ایدیبولی خیلی لذت بخش خواهد بود براتون مدل سازیش. و عرض کنم که دیگه پس ما تقریبا چیزی که مدل سازی نکردیم با اسپیلاین توی این پروژه این گل های ابزارا بودش که حالا حتی نحوه پس دفرمش هم گفتیم که به چه شکل به چرخه، خود این ستون ها هستن و همین ها رو فقط باید تو فصل در واقع ادیتیبل بولی مدل سازی بکنیم تا این پروژه کامل بسته بشه که برمیگردیم این کارو میکنیم. اما از فصل بعد که میخوایم شروع بکنیم، برای اینکه تازه داریم ادیتیبل پولی رو شروع میکنیم، از یک نمای مدرن شروع میکنیم که برای شما مدل سازیش خب قطعا نسبت به مدل های کلاسیک خب خیلی ساده تره و میتونه شروع خوبی باشه که دیگه کلا بخش بیرونی رو ببندیم و از فصل های بعد که وارد بخش های متریال سازی و انیمیشن و اینها میشیم در واقع روی پروژه های داخلی کار میکنیم و همچنین مدل سازی پروژه های داخلی هم این به این خواهیم داشت و از همه فضاهای معماری استفاده خواهیم. حالا پروژه داخلی هم مدرن هم کلاسیک رو مدل سازی خواهیم داشت. خب بریم و برگردیم با یه سری تکنیک ها در خدمتتون هستیم تا پایان این جلسه. خود ادیتیبل اسپلاین به صورت یک مودیفایر وجود داره، اما ما در واقع با کلیک راست و تبدیلش به اسپلاین به صورت مستقل روش کار میکردیم. قبل از اون چیزی بگم، خود این خطهایی که داشتیم، لاین هایی که کشیدیم و یه سری مودیفایر ها بهش نسبت دادیم تا تبدیل بشه به موضوعات سبودی مثل سویپ و لیس و اینها که نتیجه کارم خوب بود. یا مثلا سوراخی ها رو با لیس مدل سازی کردیم، یه خط بود که ما اونها رو با لیس حالا ترکیبش با توربو اسموس و نورمال تونستیم که تبدیلش بکنیم به این چیزی که الان هست، در واقع یه خط ادیتیبل اسپلاین هستش. اما خود ادیتیبل اسپلاین هم به صورت مودیفایر استفاده میشه. به صورت مثال من یک سیرکل یا یک دایره رسم میکنم، آلت کیو رو میذارم تا ایزوله بشه کارم. من میتونم که در واقع پارامترهای این سیرکل رو به صورت مجزا در واقع کنترل بکنم، اما بعد از اینکه دیگه کلیک راست میکنم و کانورتش میکنم تو ادیتیبل اسپلاین دیگه این شرایط رو ندارم، یعنی سیرکل من از بین میره، دیگه به پارامترهای سیرکلم تسلط کافی ندارم، مثلا کلا دسترسی ندارم. من کنترل زد میذارم. حالا به جای اینکه این کارو انجام بدیم با مودیفایر این کارو انجام میدیم، مودیفایر ادیت. اینجا ما ادیت پچ، ادیت مش، ادیت نورمال، ادیت پولی و ادیت اسپلاین داریم. ادیت اسپلاین رو میدم. الان خود ادیت اسپلاین با تمام پارامترهایی که داشتش الان اینجا اد شده و اضافه شده. همون پارامترش هیچ فرقی هم نمیکنه با اون حالت. حالا سوال اینجاست که خب اگر به صورت مودیفایر میاد و دیگه نیازی نیست که در واقع هندسه قبلی خود سیرکل از بین بره، چرا باید این کارو بکنیم؟ ببین الان من میتونم تو ادیتیبل اسپلاین جابجاش میتونم بکنم و بعدش دوباره بیام توی سیرکل این وارنینگ یا این گزینه رو بهتون میگم. حالا فعلا یس میزنم و بعدش دوباره پارامترش رو ببینید با سیرکل هم هنوز میتونم در واقع دسترسی داشته باشم و جابجاش بکنم، عوضش بکنم. اما خب قبلا این شکلی نبود، ما دیگه تبدیلش میکردیم به اسپلاین، دیگه سیرکل کلا میرفت. یه موقع هایی هستش که ما نیاز داریم که هندسه ناب در واقع اون خطی که کشیدیم رو حفظ بکنیم. حالا چرا اصلا کلن از این حالت استفاده نمی کنیم؟ چه مرضیه؟ چرا اصلا همون اول تبدیلش در واقع این مودیفایر بهش میدیم؟ چرا همون اول تبدیلش کنیم بپنیم؟ ببینید یه موقعی هستش که دیگه ما به این هندسه نیازی نداریم و تبدیلش میکنیم به اسپلاین، کار به اون پیش میره.
اما یه مثلی موقع هست که خب نیاز داریم مودیفایر بدیم. فرقش اینجاست که اونایی که در واقع مدل سازیتون اگه بره جلوی مقدار یک ساعت بگذره و شما مقدار زیادی موضوعات زیادی رو مدل سازی کرده باشید و رسونده باشیدش به موضوعات سه‌بعدی دیگه، الان مثلا من همین رو میتونم مثلا مودیفایر بهش نسبت بدم که بشه مدل سه‌بعدی دیگه، مثلا یه مودیفایر ساده به اسم اکسترود میتونم نسبت بهش بدم که بشه یک موضوع سه‌بعدی، درسته؟ حالا اگر من هی در واقع موضوعاتی توی صحنه داشته باشم که خیلی مودیفایرهای زیادی نسبت داده شده باشه بهش و حالا یه بازم مثلا یه مش اسموس بهش بدم که یه چیزای دیگه بهش بدم و خب این خیلی سنگین میکنه کار شما رو، برای همین معمولا در واقع این کار رو میکنه که خب تبدیلش میکنم به اسمیم. اما از لحاظ در واقع کارایی این فرقی با کانورت کردن به هیچ وجه نداره. حالا من تو ادیتیبل اسپیلان یه سری تغییرات روی کارم انجام میدم، مثلا این شکلی مثلا یه همچین تغییراتی اعمال میکنم، درسته؟ حالا دیگه میخوام بیام توی سیرکل شعاعش رو یک خورده کوچیک‌تر بکنم، شعاع دایره که اول داشتم. بعد از اینکه سیرکل رو میزنیم یه پیغام، یه وارنینگی به ما میده، یه هشداری به ما میده در واقع، و توی توضیحش داره میگه که در واقع تغییراتی که اگر در واقع توی این بدیم موجب میشه که در واقع یه سری چیزای ناخواسته اتفاق بیفته توی این موضوعتون، و داره میگه که در واقع این مودیفایر هم اسمش ادیت اسپلاین هستش که ما داریم باش کار میکنیم. اگر نو رو بزنید برمیگرده به همون ادیت اسپلاین، اجازه ورود به سیرکل بهتون نمیده. اما اگر سیرکل رو بزنید و یس بزنید قبول میکنید، با هر اتفاقی که قرار بیفته قبول میکنید، دیگه تغییراتتون رو انجام میده، اتفاق خاصی نمیفته. فقط اگه یه مدلتون به هم ریخت توی مودیفایر، مثلا ممکنه اینجا بازم مودیفایر اضافه کرده بشه، ممکنه که سری شرایطی پیش بیاد که اونا دچار مشکل بشن، اون دیگه به عهده خودتونه. اما توی شرایط معمولی من دیگه دوباره ریدوسش کم کردم، دیگه تمام شد، ریدوسش کم شد. حالا تو حالت ادیتیبل من کتوزت میزنم، تو حالت ادیتیبل اسپلاین هستیم یا ادیت اسپلاین هستیم، مودیفایر ادیت اسپلاین هستیم و میخواییم حالا وارد سیرکل بشیم، این دفعه به سوالش هولد یا یس میتونیم بدیم. اول اینکه باید با هولد و یس آشنا، در واقع هولد و فیچ آشنا بشید تا مفهوم این گزینه رو متوجه بشید. ببینید یه موقعی هستش که من میام در واقع یه سری تغییرات توی کارم ایجاد میدم، بذارید روی جای دیگه این رو توضیح بدم که قاطی نکنید. مثلا این باکس رو در نظر بگیرید، من یه سری تغییراتی که تو نظر خودم رو میخوام الان داشته شما، حالا این اصلا پولیه، شما هنو بهش نرسیدید، صرفا برای اینکه میخوام هولد و مش رو براتون توضیح بدم. خب مثلا این در واقع به این شکل شد، من این رو هولد که میکنم در واقع یه سیوزی میگیره که محل ذخیره نداره، یعنی یه سیو سریع از کارتون میگیره که هیچ جا ذخیره نمیشه، البته در واقع جای ذخیره میشه ولی به صورت ابری، حافظه ابری، بعدش دوباره پاک میشه. شما فعلا اینو یه سیوز سری در نظر بگیرید. الان یه سیوز سری از کار من گرفت. حالا سیوش که تمام شد اینجا مینویسه که سیوش که تمام شد نوشت سین هولد پرفورم، یعنی هولد شد صحنه. حالا اگر من بعد از اینکه هولد کردم در واقع گفتم که آقا دست نگه دار اینجا یه سیوز داشته باش توی ذهنت، میام تغییرات دیگه ایجاد میکنم، میام خیلی کارا ایجاد میکنم و میخوام که حالا پشیمون شدم از کارم، این کار رو انجام دادم حالا پشیمون شدم، نمیخوام این شکلی باشه، میخوام برگرده به همون حالتی که هولد کرده اونو، اصلا برای همین هولد کردم که اگه پشیمون شدم برگردم. خب کاری نره، کافیه که اینجا بیاین اینجا و یا با Alt Ctrl F برای هولدم که Ctrl H هستش، فچ رو بزنید، میگه که حتما مطمئنید از این کار، حالا بزنید برمیگرده به همون حالتی که شما هولد کرده باشین، که هولد کرده بودین، یعنی دوباره اون سیو کوچولو تو رو که داشتین برمیگردونه. ببینید این برگشت به همون حالت، این هم در واقع الان همونه، همون برمیگرده به همون داستان هولد کردن و فچ کردن. اگر من توی این حالت در واقع یه سری تغییرات اعمال بکنم و بعدش بیام توی سیرکل میگم هولد یس، فعلا میگم نگهدار اون رو. ببینید داره سیو میکنه اینجا، میگم یه جورایی سیو سریعه، دقیقا اینجا داره عملتو سیو میکنه.
منتها بعدی که فچ میکنیم دیگه پاکش میکنه اون فایل رو. خب ببینید، حالا من نمیدونم دقیقا چه اتفاق، چون فایل اصلا معلوم نیست کجا، ولی احتمال میدم که فایل رو پاک بکنه، چون اصلا ما نمیبینیم فایل رو، اصلا نمیدونیم کجا وجود داره، ولی بالاخره یه جایی یه زمانی سیو میکنه دوباره خودش پاک میکنه. حالا اصلا موضوع من اون نیست، موضوع من اینه که اگه ریدیوس در واقع تغییر بدم، به این شکل انجامش بدم، حالا میگم آقا نه به هم ریخت، مشکل پیدا کرد، میتونم برگردم، میتونم با فچ برگردم، که در واقع چون اونجا ما هولد کرده بودیم کار رو، الان هم برمیگرده به همون حالتی که بود. حالا من یه مثالی براتون میزنم، یه سیرکل میکشم الان، یه سیرکل میکشم اینجا، میارمش نزدیک این، این دوتا رو من ایزوله میکنم، داشته باشم این دوتا رو. خب اینو اولا این که من تبدیلش میکنم به یه مودیفایر سویپ بهش نسبت، مودیفایر سویپ رو تو حالت یوز کاستوم سیکشن و پیک رو میزنم و این سیکشن رو بهش نسبت میدم، قطعا اینجا هم مثل تغییرات ایجاد میکنم تا به مورد مد نظرم نزدیک بشه. خب بعد از اینکه به مدل مد نظر من تبدیل شد، حتی برای اینکه یه مقدار کیفیت کار بالا بشه، میتونم بیام توی سیکل اینترپولیشن رو بیشتر بکنم، استپا رو بیشتر، اگه کمتر بکنی خب خیلی کارتون به این شکل میشه، مثلا میتونید 6 زلی باشه، حتی با اینترپولیشن میتونید در واقع حالا 8 زلی 6 زلی هم داشته باشین، واقعا چقدر که بیشتر بکنی این نرمتر میشه، توی در واقع مسیرش نرمتر میشه. خب اون که میخواستم الان دارم، حالا برای اینکه حالا یه مقدارم باز کیفیت خوبی پیدا بکنه، ببین الان درسته تو مسیر نرمه، اما اینجا یه سری شکستگی هایی میبینید، اینجا شکستگی هایی وجود داره، من میام یه مودیفایر به اسم مش اسموث هم به این کار میدم که اون نرمی توی ارتفاع هم اتفاق بیفته و جزئیات کارمون توی رندر هم به خوبی نمایش داده بشه. مش اسموث میذارمش، میارمش بالای سویپ نه پایین سویپ، اینو با حواستون باشه، وقتی که مدل سه بعدی شده باشه مش اسموس اصلا کلا معنا پیدا میکنه و همینجوری که میبینید میتونه خیلی روی کار من تاثیر داشته باشه، به این شکل میتونه دیتیل های کار منو فوق العاده قوی بکنه، با توجه به اینکه در واقع هیچ پلیگانی به کار شما اضافه، تعداد پلیگان ها رو به شکلی اضافه میکنه که حداقل توی ویوپورت ما نمیبینیمشون، حالا اینجا تعداد پلیگان ها زیاد میشه کلا با کم و زیاد کردن، ولی ما توی در واقع ویوپورت یه میانیابی میبینیم بین کار و تعداد پلیگان ها انگار که اصلا زیاد نمیشه و خیلی بهینه هستش، به این شکلی خب کیفیت خیلی خوبی هم پیدا کرد. و در نهایت من این دوتا رو خاموش میکنم، از خود این سیرکل یک کنترل وی میزنم که کپی گرفته باشم، تو حالت کپی معمولی نگرش میدارم و این کپی رو، این مودیفایر رو پاک میکنم، یه مودیفایر اکسترود صرفا بهش میدم با اکسترود یک یا صفر اصلا. خب خط رو انتخاب بکنم، ظاهر بکنم و اینو میارم بالا به این شکل که بسته بشه کارمون، این هم همینطوری یه کپی میگیرم ازش میارم پایین، حالا میتونم اینجا سیرکل رو تغییر بدم تا شعاع رو تغییر بدم. خب بسته شد بالا و پایین کارم بسته شد به این شکل. خب حالا تصمیم گرفتم که در واقع توی کارم الان مدل سازی ما انجام دادم، این مودیفایر رو نسبت دادم، تصمیم گرفتم که آقا یه تغییراتی توی هندسه این ایجاد بکنم با به وسیله ادیتیبل اسپلاین، چون هنوز کار من خط هستش دیگه، هنوز اون قاعده خط رو داره، اگر من اینا رو تغییر بدم اینو که قاعده خط هنوز پا بر جا هستش و یه خط هستش، ما اینا رو در نظر نگیرید، سنس اینا رو پاک کنم باعث گمراهیتون نشه، این خط که حالا با این مودیفایر شده این. حالا من مثلا روی مودیفایر مش اسموث هستم، میام تو مودیفایر لیست دنبال ادیت اسپلاین میگردم، ادیت مش، ادیت نورمال، ادیت پچ، ادیت پولی و ادیت
اسپلاین رو پیدا نمی‌کنم. حتما روی خود خط باشید، یعنی روی مودیفایر پایین‌تر که خط هستش احتمالاً، و بعدش بیاد اینجا تازه اسپلاین در واقع نمایان میشه. بعد از اینکه اومد، یعنی بعد پایین سویپ و مش اسموس باشه قاعدتاً، بعدش میایم پیش در واقع ورتکس های اسپلاین و بعد یکی از ورتکس ها رو جابجا میکنیم و دیگه اون قاعده رو کامل برهم میزنیم. خیلی راحت تونستیم که اون در واقع خطمون رو به وسیله اسپلاین در واقع تغییرات توش ایجاد بدیم. و حالا اگر ببینید، ببینیم که در واقع این تغییرات به این شکل اتفاق افتاد، البته باید اصلاح بشن. یه مقدار اصلاحی توشون نیاز هست، مثلا به این شکل. و همونجور که میبینید کاملا با اون در واقع هندسه‌ای که مد نظرمون بود خودش رو وفق داد. یه نمونه این که اگر اسپلاین رو بیاد بالا بهتون بگم، اگر اسپلاین رو بیارید بالای سویپ دیگه اسپلاین خب اعمال نمیشه دیگه، الان سویپ داره رو سیرکل اعمال میشه. و اگر مثلا سیرکل رو بیار، سیرکل کسی نمیتونه بیاد بالای سویپ چون مودیفایر نیست، یه جیومتریه. پس این ترتیب مودیفایر رو حواستون باشه. اگر مثلا من تیبل اسپلاین رو بیارم حتی بالای مش اسموس، کلا دیگه اصلا روی چیز اعمال نمیشه. اگر من بیارمش پایین سویپ داره اعمال میشه، و یا اگر من سویپ رو بیارم فقط روی سیرکل اتفاق بیفته دوباره به این شکل. یا مثلا مش اسموس رو بیارم پایین، دیگه مش اسموس اتفاق نمیفته. الان سیرکل شده، بعد مش اسموس شده، بعد اسپلاین شده، سویپ شده، پس اگه اصلا به اینا نرسیده، سر یه صفحه شده، به هم میریزه کارتون. حتما ترتیب مودیفایر رو حواستون باشه. حالا اینم باید بیاد پایین، اول سویپ بشه، بعد از اینکه سویپ شد حالا یه مش اسموس نسبت داده بشه.